سلام به ریویو ویت، خوش اومدید. تو این قسمت با 10 تا از فیلم های رزمی که با موضوع انتقام ساخته شدن آشنا میشیم. برای دیدن ویدیوهای دیگه کانال رو دنبال کنید و زنگوله کنارش رو فعال کنید تا به محض انتشار ویدیوی جدید با خبر بشید. کای با بازی کوویس برای گرفتن انتقام از یک قاتل حرفه‌ای به بانکوک میره، ولی مأموریت انتقام اون تبدیل به مبارزه برای نجات جهان از یک تهدید باستانی و خطرناک میشه. فیلم سینمایی مشت انتقام فوریه سال 2022 از طریق نتفلیکس تو ژانر فیلم‌های اکشن جنایی منتشر شد. این فیلم 1 ساعت و 35 دقیقه آمریکایی تا حالا تونسته با حدود 6000 رای تو سایت IMDb امتیاز 4.4 از 10 رو بگیره. از گذشت ماجرای پاریس دوباره دردسرای جدید سراغ برایان میاد. همسر برایان میلر، مأمور سابق سیا و بازی لیام نیسون، توسط یه باند بیرحم آلبانیایی به گروگان گرفته میشه. اون پسر رهبر این باند رو توی پاریس کشته و حالا این عملیات برای انتقام از برایان در حال انجامه. فیلم 1 ساعت و 32 دقیقه روبوده شده یه دو سال 2012 به نمایش در اومد و تا حالا تونسته با حدود 300,000 رای تو سایت IMDb امتیاز 6.2 از 10 رو بگیره. داستان با زندگی 5 تا پسر بچه شروع میشه. اونا از دست گروه مافیایی که ازشون سوء استفاده میکرد فرار میکنن و تو مسیر با یه استاد کونگ فو آشنا میشن. حالا چند سالی گذشته و تمام این بچه‌ها به رزمیکارهای ماهر تبدیل شدن و تنها هدفشون انتقام از گروه مافیاییه که زندگیشون رو نابود کرده. فیلم 1 ساعت و 22 دقیقه بانکوک پرخطر سال 2011 از کشور تایلند منتشر شد و تا حالا تونسته با حدود 1000 رای تو سایت IMDb امتیاز 4.9 از 10 رو ثبت کنه. که این با بازی اسکات اتکینز و نقش برادر کوچیکتر لینکلن برای یه جرم کوچیک به زندان میفته و اونجا تبدیل به یه قاتل زنجیره‌ای و خطرناک میشه. حالا چند سالی از حبسش گذشته و ماجرا قراره با مرگ مادرش تغییر کنه. اون از زندان فرار میکنه و برای انتقام سراغ برادر بزرگترش میره. فیلم اکشن جنایی انتقام سال 2019 با بازی اسکات اتکینز منتشر شد و تا حالا تونسته با 16,000 رای تو سایت IMDb امتیاز 6.5 از 10 رو ثبت کنه. Oh,
آنجی تو نقشه سامورایی انتقام مرگ خواهرش رو از قاتل‌ها میگیره، ولی این قضیه باعث میشه در آستانه مرگ روحش تسخیر بشه و توسط یه زن 800 ساله به نفرین جاودانگی برسه. حالا اون برای آزاد کردن روحش از اسارت باید به یه دختر به اسم رین که دنبال انتقام کشته شدن خانواده‌اش کمک کنه. فیلم 220 دقیقه‌ای تیغ جاودانگی سال 2017 از کشور ژاپن منتشر شد و تا حالا تونسته با حدود 18000 رای تو سایت IMDb امتیاز 6.7 از 10 رو بگیره. شیر طلایی رهبر قبیله شیرها توسط فرماندار احضار میشه تا مراقب طلاها باشه، ولی شیر نقره‌ای و برنزی دوتا از زیر دستاش بهش خیانت میکنن و اونو به قتل میرسونن. حالا زنیی پسر شیر طلایی قرار خودشو برای انتقام آماده کنه و به قبیله شیرها بره. فیلم 136 دقیقه مردی با موش‌های آهنین سال 2012 تو ژانر فیلم‌های رزمی منتشر شد و تا حالا تونسته با حدود 62000 رای تو سایت IMDb امتیاز 5.4 از 10 رو بگیره. نام من شابانا به عنوان یه اسپیناف از فیلم بیبی سال 2015 ساخته شد. تو این فیلم روند تبدیل شدن شابانا به یه جاسوس حرفه‌ای رو میبینیم. چند سالی از کشته شدن جی معشوقه شابانا گذشته و حالا اون از طرف یه شخص ناشناس از جزئیات دقیق قاتل‌ها خبردار میشه، ولی برای انتقام باید عضو نیروی مخفی هندوستان بشه. این فیلم 147 دقیقه‌ای مارس سال 2017 از کشور هندوستان منتشر شد و تا حالا با حدود 7000 رای تو سایت IMDb تونسته امتیاز 6.2 از 10 رو بگیره. داستان فیلم وقتی شروع میشه که لیام نیسون تو نقشه مأمور سابق سیاه متهم به قتل همسرش میشه. اون توسط بازرس فرانک تعقیب میشه، ولی تو واقعیت گناهی نداره و سعی داره قاتل‌های اصلی همسرش رو پیدا کنه. سومین قسمت از فیلم روبوده شده سال 2014 با بازی لیام نیسون تو ژانر فیلم‌های اکشن مهیج منتشر شد. این فیلم 1:49 دقیقه‌ای آمریکایی تا حالا تونسته با حدود 193000 رای تو سایت IMDb امتیاز 6 از 10 رو بگیره. داستان فیلم جایی شروع میشه که جکی به عنوان یه افسر پلیس همراه تیم 5 نفرش وارد یه ساختمان مخوف و خطرناک میشه. نیروی پلیس با یه باند جوون و خلافکار درگیر شده و این دفعه قصد داره اونا رو گیر بندازه، ولی ماجرا برعکس میشه و جکی و تیمش تو دام باند خلافکار میافتن. اون تو این ساختمان تمام تیمش رو از دست میده، ولی خودش نجات پیدا میکنه. حالا ماجرا با عذاب وجدان شدید جکی جان جلو میره و قراره برای انتقام
آماده بشه. فیلم 2 ساعت و 3 دقیقه یه داستان جدید پلیس سال 2004 تو ژانر فیلم‌های اکشن جنایی از کشور هنگ کنگ منتشر شد و تا حالا تونسته با حدود 27,000 رای تو سایت IMDb امتیاز 6.9 از 10 رو ثبت کنه. اسماعیل به عنوان شخصیت اصلی داستان با بازی ایکوویس مرد جوانیه که دچار فراموشی و آسیب مغزی شده. بعد از اینکه یه دختر فداکار به کمکش میاد و درمانش میکنه، گذشته سیاه و مخوفش دوباره سراغش میاد و این دفعه زندگی دختری که تازه باهاش آشنا شده هم تو خطره. فیلم 1 ساعت و 57 دقیقه یه هدشات یا شلیک به سر دسامبر سال 2016 از کشور اندونزی به نمایش درآمد. این فیلم اکشن درام تا حالا با حدود 15,000 رای تو سایت IMDb تونسته امتیاز 6.3 از 10 رو بگیره. ممنون که ویدیو رو تا انتها تماشا کردید. برای دیدن ویدیوهای دیگه کانال رو دنبال کنید و زنگوله کنارش رو هم فعال کنید تا به محض انتشار ویدیو جدید با خبر بشید.